ای های پیکسل مهاجر، سفرت سلامت، اما توی این پارت من میخوام که آموزش کامل بدم. بعد دیدن ویدیو از نو بودن تو اسکای بلاک، قطعا تو در میای، خیالت راحت باشه، من اینجا، من از مینیون تا همه چی، فارمای بزرگ، آرموره خوب، همش رو یادت میدم. من فقط این ویدیو رو ببینی، آخرش یه روزی اسکای در خونت رو میکوبه. چه مرگم شده من چرا این، من اینجوری نبودم، به خدا بابا. دیلی آپلود منو دیوونه کرده. سلام به رفقای خودم، خیلی خوش اومدید به پارت جدید سری اسکای بلاک. بلاک قلیس همیشه بهتون دارم میگم، و بلاک نه بلاک، بلاک نه، اینا بلاک قلوب درست کنین. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قراره که کامل بهتون اسکای بلاک رو آموزش بدم، چرا که من تازه لتس پلی گذاشتم. این همه همتون هی میگفتید خیلی ازت یاد گرفتم، پرقدرت ادامه بده، پرقدرت برو جلو، برو دیوار رو سوراخ کن، برو فلان کن، و میخوام که حالا شما دیوار رو سوراخ کنید و شما جر بدید. تمام اسکای بلاک رو به صورت خلاصه توی این ویدیو بهتون توضیح میدم، از مینیون ها و فارم ها و همه اینا شروع میکنیم تا یه کلیتی رو بهتون بگم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد، که خیلی، فقط همین کلمه رو بهتون میگم، میریم توی ویدیو، خیلی کیف میکنم، واقعا دارم لذت میبرم کنار شما، واقعا واقعا دارم میگم، زر نمیزنم، واقعا دارم لذت میبرم، اینو خواستم بدونید. بریم سراغ ویدیو. چند تا مینیون رو من اینجا دارم و یک سری توضیحات رو درباره هر کدومشون، یعنی هر کدوم که نه، توضیحات کلی بهتون میدم که بدونید چیه داستان و کلا چی نماند اصلا این داستانا. من هر مینیونی و شما هر مینیونی که راه میندازید برای خودتون دو نمونه است، یا برای درآمد خودتون توی اسکای بلاک، یا برای گرفتن چیزیه. مثال براتون میزنم، الان یه روز نبودم، میریم سراغ مینیونام. الان این مینیون اندرمنی که من دارم، قطعا منطقی فکر کنیم پول خیلی خوبی بهم نمیده، نمیخواد منو پول دار کنه، درسته؟ اما من حتما هدفی داره که اینو ساختم، میخوام اینو بهتون بگم که به اینجا برسید. توی کالکشن اگر بیایم و بخش کامبت رو نگاه کنیم، اندرپل اینجا نوشته که لول 8 که بشه اسپکت آف د اند رو میده، که یه شمشیره که خیلی قدرت داره، قدرت خیلی زیادی داره، و هدف من از این بوده که با اندرمن ها اون کالکشن رو باز کنم و بتونم بگیرمش. حالا شما خودتون که شروع کنید، قطعا پولش رو ندادید به 500 کی 600 کی، برید مثلا جای این سوردی که من میگیرم، پس میایید این کارو میکنید تا اسلات مینیون هاتون یا همون ظرفیت مینیون هاتون هم بیشتر بشه، بیشتر بتونید مینیون بگیرید. این فایده اوله که کلا خواستم بگم. بحث دومم که هست، بحث درآمد از مینیونه، که اینم الان بهتون میگم و کامل متوجهش میشیم. من الان مینیون کوارتز رو دارم، درسته؟ این مینیون کوارتز میتونه یک زمانی یه قیمت زیادی رو داشته باشه، میتونه یه قیمت کمی رو داشته باشه، ولی یک سری مینیون ها هستن که کلا در هیچ حالت نمیتونن یه قیمت خیلی زیاد داشته باشن، یعنی احتمالش خیلی کمه. خودمون متوجه میشیم که این مینیون زیاد به درد نمیخوره. حالا من مثلا یه چند نمونه از مینیون های خوب رو بهتون میگم که کلا چجوریه داستانشون و چقدر خوبن. مثلا من مینیون اسنو رو واقعا برای درآمد دوست دارم. یکی دیگه از بچه ها گفته بود که مینیون، حالا مثلا مینیون کوارز من میتونم باش فلان کار رو کنم. حول محور همین مینیون هست، دایمند، کوارز، اسنو، حالا اندرمن هم میشه گفت، نمیتونم چون من نمیدونم، نمیتونم بگم، ولی کلیتش اینجوریه که چند مینیونه. اگه بخوایم جزئیات بیشتری رو درباره این بهتون بگم، خیلی ساده است که بفهمید کدوم مینیون در حال حاضر خیلی خفنه. یک سایتی به نام هایپ مینیون، اگه اشتباه نکنم هایپیکسل مینیون هست، که من اون سایت رو توی همین توضیحات براتون قطعا میذارم. توی اون سایت چک کنید که ببینید چیه داستان. آه، الان من یه کالکشن رو بهم داد، الان من اینو گرفتم، این انگار ماین کردم ندر کوارتز، اینم خوب بدونید. و این سایت میاد حالا کلا بهتون قیمت های روز اون چیزایی که از مینیون ها هست و میگه. برای مثال معمولا استو مینیون بین 1 تا 10، برای همینه که بیشتر استفادهش میکنن، چون بین 1 تا 10 رنکینگ و خوبه دیگه بالاخره.
و اون سایت رو براتون میذارم این زیر، میتونید ببینیدش و متوجه بشید که کدوم مینیون در حال حاضر بهتره که همونو خرید کنید. این بحث مینیون داخلش رو هم یه توضیح بهتون میدم، بعدش میریم سراغ بحث بعدی که میخوام براتون زر بزنم. عشق منید، بریم سراغ ادامه. حالا ما یک سری مینیون ها یک سری چیزها رو دارن، یعنی همشون دارن ولی یک سری هاشون غیر قابل استفادن. مینیون دایموند مثلا شما میتونید کامپکتور بندازید روش که باعث میشه اگه مثلا دو استک دایموند داشته باشین دایموند رو میکنه دایموند بلاک. حالا این کامپکتور خودش بخش بخش داره، یه کامپکتور معمولی داریم که بلاکش میکنه، یکی داریم که فراترش میکنه، یعنی مثلا میشه انچنتد دایموند بلاک، خیلی بهتره دیگه ولی خب گرونتره، همونجور جر میخورید تا بگیریدش. و این بخش اینه. یه جای دیگه هم هست، همیشه همه مینیون ها دارن، به نام دایموند اسپریدینگ، که کرافتش خیلی آسانه. توی کالکشن جانگل اگه اشتباه نکنم میتونید واینز رو بگیرید، یا همون حالت تارزانی دارن چیزایی که میرید بالا، اونا رو بگیرید، دورش رو یه دایموند رر میذارید، یا همون ریر، نمیدونم چیه انگلیسی، کلیکلی بلد میذارید و این ساخته میشه. حالا زیاد تو جزئیات نمیریم. این باعث میشه مینیونتون هر چقدر فعالیت کنه کنارش دایموند اسپریدینگ دایموند رشد میده همینجوری برای خودش. اینم این بخشه. یه بخش بالاتر میریم سراغ این که هاپرهای حالا انچنت شده که اتوماتیک مثلا مینیونتون میفروشه و از اینجور داستان هاست، که زیاد حالا بخش خاصی نیست و زیاد استفاده نمی کن. من ندیدم استفاده کنن. بالاتر فوله که باعث میشه که شما بتونید چیزی که میخواید رو مثلا یه سه نمونه کلن چیز داریم اگه بخوام درست بهتون بگم، لاوا انچنتد باکت، فراتر ماگما فلان باکت، سه نمونه است کلن که این سه نمونه براتون همین زیر میذارم. اینا درصدیه که مینیون شما سرعت تولید بیشتری داره، مثلا اولیش 25%، دومیش 30%، سومیش 35%. قیمتهاش هم مختلفه و قیمتش هم خب بالاخره حالا 300 کی مثلا 600 کی 900 کی مثلا میگم اینجوریه حدودن، و همینه دیگه باعث این میشه. اولی خیلی چیز بالی و خودم خیلی دوستش دارم که مینیون اسکینه، که باعث میشه که شما توی مثلا جعبه های سفیدی که میخرید ممکنه یک زمانایی جعبه به لباس مینیون بهتون بده و این چیزا، میتونید راحت بیاید بگیریدش بذاریدش روی لباس، بعد مینیونتون تغییر میکنه. برای مثال من روی این مینیونم، یه دقیقه اینا رو بفروشم و بیام بهتون بگم. برای مثال من فعالیتی کرده بودم، تونستم توی اون هدیه هایی که هست بیامو اینو بگیرم، گینگر برید من مینیون اسکین، امیدوارم که تلفظ بازم میدونید که خیلی کلیکلی بلد و این باعث میشه که حالا لباسش در میکنه. الان من اینو در بیارم میشه ردستون قبلی که بوده، یعنی شکل اصلیش، ولی اینو میذارم که شواف کنیم، شواف لباس، خیلی هم چیز جالبیه. حالا میریم سراغ موضوع بعدی که قطعا موضوعیه که خیلی هاتون دوست دارید، پس بریم و بهتون بگیم. این بخش میرسیم به سراغ فارم و خود مزرعه. اینقدر مثلا میبینید مزرعه میسازن کیلومتری مثلا ساختن همینجوری، برای چیه اینم که میسازن؟ قطعا به خاطر پوله، ولی یه سری چیزها هست که بازم شما نمیدونید و شاید توی انتخاب اون میوه یا اون چیزی که میخواید باهاش شروع کنید تاثیر بذاره. برای مثال خب من اومدم و فارم پامکین ساختم و دوستم حالا مثلا یه فارم دیگه ای داشت. حالا من چرا این پامکین رو دوست داشتم و چرا انتخابش کردم اصلا؟ دلیل اصلیش این بود که من میتونستم توی کالکشن پامکین که الان میام اینجا نشونتون میدم، این کالکشن هم بخش ساده ایه که همین الان دارم میرم بهتون میگم، کالکشن رو میزنید شما چهار بخش داره، حالا برای درخت ها، چوبای درخت ها، کامبت، ماینینگ، فارمینگ. اگه مثلا کول و مثلا ما در نظر بگیریم یا زغال میزنیم روش، اینجا بخش ها رو داره که چیا براتون باز میکنه. کالکشن به طور کلی بچه آیتم های جدیده، یعنی آیتم همینجوری هر مثلا دایموند یه آیتم میده، فلان یه آیتم میده، همشون یه آیتم میدن که باعث میشه شما برید و خدای ترغیب بشید که بخواید اون آیتم رو بگیرید و مجبورید مثلا کل بگیرید. الان من کل رو گرفتم، شاید خیلی بگن مگه اسکلی که کل گرفتی یا مثلا فلانی که کل گرفتی. من خودم پول 400 کی نمیخواستم بدم جای لاوا باکت که باعث بشه سرعت مینیون هام بیشتر بشه، اومدم گفتم کل رو میگیرم تا اینجا انچنتد لاوا باکت رو بتونم بسازم و خب به نفعمه دیگه، مینیونشو گرفتم کارشو میکنه، 300 400 که هم نمیخواد بدم جای این.
حالا داشتیم میرفتیم از موضوع اصلیمون دور نشیم و بریم بهش نزدیک بشیم و یه بوسه ای بهش بزنیم، بریم نزدیک بشیم و توضیحش بدیم که ببینیم چی میشه. بخش کالشی مثلا من الان پامکین گرفتم به دلیل این بود، یک پول خیلی خوبی میده، یعنی نسبت به الان مینیون اسنوی که من دارم که دیگه بهترین مینیونمه، این مثلا 640 تا میده به ازای هر یکی، ولی اون 600 تا میداد و این اصلا دلیل اصلیش نبود. دلیل اصلیش این بود که من میخواستم سرعت خودم رو بیشتر کنم و دیدم که محتاج پامکین فارمم. اومدم الان فارمر بودسه که همین الان اینو ماین کنم باز میشه برام، حالا برای پارت بعدی و ادامه لتس پلی اینو میگیریم قطعا و حالا میبینیدش که من اینو ساختم، این فارمو کلن ساختم و الان اینو میتونم بگیرم و تقریبا یکی از بهترین سرعتهای های پیکسل رو میتونی باش بگیری و سرعتت خیلی زیاد میشه. بهترش هم هست که اینه، رنچرز بوته که جدید اومده و این دیگه باعث میشه دیگه قشنگ امامزاده های پیکسل بشی قشنگ با اون سرعتی که میگیری. پس من اینو ساختم و دارم حتی تو دو طبقهش هم میکنم که برسم به کلن اون رنچرز بوده که لول آخرشه. اما شما تحقیق کنید ببینید که کدومو بیشتر دوست دارید. مثلا دوست خودم سیب زمینی رو ساخت به خاطر اینکه نمیدونم توی کالکشن چه چیزی رو نیاز داشت که اونو گرفت. پس تحقیق کنید. اما اگر مثل من میخواید سرعت بگیرید، پامکین رو میسازید. خیلی ساده است و خیلی ایزی پیزی میزی پیزی تیزی پیزی بولیزی. بعد حالا بخش مهمی که مطمئنم خیلی هاتون منتظرش بودین اینه که الان بهتون میگم، افزایش مهارت‌های خودمون توی های پیکسل یا همون یور اسکیلی که می‌بینیم توی پنل خودمونه. توی اسکای بلک منو شما یه یور اسکیل دارین که هم بهتون میگم به درد چی می‌خوره کلاً، همین که چجوری بالا ببریمش و بهترش کنیم. یور اسکیل رو شما که میزنید چند تا بخش داره، همون فارمینگ و ماینینگ و چیزایی که قطعاً میدونید و ساده است، از اسمش هم مشخصه، که باعث میشه یک سری پوانهایی بهتون داده میشه و جدا از اون باعث میشه تا یه سری آیتم ها رو بتونید بگیرید. اصلا یعنی شما نداشته باشید نمیتونید هم یه سری آیتم ها رو بگیرید هم جونتون بیشتر بشه. برای مثال من امروز شروع کردم به ماین کردن توی اینجا، اومدم فارم کردن اینجا، بعد از اون یه لول رفت بالا و جونم از 600 و فکر کنم 5 بود شد 608 و خب خیلی خوبه دیگه، حداقل سه تا جون رایگان بدون هیچ آرموری و هیچ چیزی من اینو تونستم بگیرم. خیلی خوبه، پس لولشو ببریم بالا. اما یه سری مهارت ها هست که باید ببرید بالا، یعنی همینم که بهتون میگم باید ببریدم، ولی اونا دیگه خیلی باید ببرید. توی بخش خود یور اسکیل اینجا میبینیم که مثلا کامبتو خیلی ها همیشه میبرن بالا تا میگن کامبت 16 باعث میشه که بتونی خیلی آرمورا رو بپوشی و اصلا کامبتت اگه مثلا 7-6 باشه تو نمیتونی بری توی اند توی های پیکسل و همه میتونن برن تو نمیتونی بری. باید بشه چند؟ اینجا نوشته باید بشه کامبت 12، پایین نوشته access to end. پس شما باید اینا رو بالا ببرید و بالا ببرید گانگتون هم میره بالا. بچه گرفتید؟ حالا چجوری برمش بالا؟ اینو من کامل گفتم فایدهشو. بالا مثلا پول میده، چه میدونم جون میده بهتون، همینجور جلوتر هی همینجور چیزاش بیشتر میشه. و حالا چجوری برمش بالا؟ بریم که اینو بهتون بگم. زمانی که شما توی لابی هستید این مسیر رو در نظر بگیرید تا کامل بهتون بگم که چیه داستان. بریم که داشته باشیم. شروع شما اینجاست. زمانی که همون مسیری که بهتون گفتم مستقیم رفتید به اینجا میرسید که اورهای مختلفی، اول از زغال شروع میشه، بعد میره آهن، بعد میشه دایمند و فلان و اینجور داستانا. و حالا جدا از اورا شما اینجا میتونید لول خودتون رو برید بالا یا همون کامبتی که بهتون گفتم. برای مثال من الان اینو اگه بکشم، این مابو، وقتی میکشمش 12 تا به کامبتم اضافه میکنه. یه دقیقه من نکشه 12 تا اضافه میکنه. اما اگه من سورد و آرمورای خفنتری داشته باشم بیشتر میتونم بهش دمیج وارد کنم. پس اینو در نظر بگیرید که برای شروع شما باید اینجاهاش شروع کنید، کامبتتون رو ببرید بالاتر، بتونید وسایل رو بگیرید، چیزایی که میخواید، و بعدش دیگه میرید جلوتر. برای مثال من الان اصلا اینجا نیستم، اما زمانایی که بیام اینجا مثلا میرم پیش پیگمنا خیلی کامبت خوب میدن، هر کدومشون تقریبا 20 تا بهم میده، 30 تا بهم میده، بیشتر شده و دارید میبینید دیگه الان 30 تا بهم کامبت میده و خیلی بهتره. ولی شاید شمایی که تازه شروع میکنید درجا بمیرید توی این مسیر و همین باعث میشه که بهتون میگم اول از لول پایین شروع کنید، بعدش حالا دیدید میتونید بزنیدش. الان این نگه یک ساعت منو بزنه من هیچیم نمیشه.
خیلی کم، 5 تا مثلا اچ پی ازم کم میشه. برید جایی که ببینید هیچیتون نشه و آسان‌تر براتون باشه. این بود از روش کامبت. اما بهترین جاهایی که من میدونم کجا که کامبت میده، یعنی بیشترینو میده زبر زمانی که پیشرفت کردید، یکی همین پیگمنه که من میشناسمش و خیلی تعریفشو میکنن، یکی جاییه که الان میریم و انجام میدیم کارو. وقتی که مسیر چوبها یا همون اوک و این داستانا رو ادامه بدید، یه ورودی بهشتی میبینید که جهنم خالصه ولی خب شبیه بهشته. میرید داخل اونجا، اینجا هم جاییه که بازم مردم کامبت میکنن همونجوری که میبینید. اینجا رو خیلی معروفه ولی برای شروعه، مثلا 9 تا کامبت میده، کمترم به لول اضافه میکنه تا بشه حالا اون لول بالا و یکم آسون تره. اما یه جایی داره که دیگه لول اپه، یعنی خیلی جای خفنیه که همه میرن اونجا معمولا تا جایی که من میدونم، و میریم اونجا رو نشونتون دم که این مسیر رو باید مستقیم برید. یه خوفه‌ایه، یه چی بهش میگن، یه غار مخوفیه که خوفه است که میرید پایین و میبینید اینا رو. بهشون میگن چی؟ میگن کریپت قول. میگه قول میدی کریپتو بخری مثلا. اینجا کلن جاییه که خیلی ها میان و کامبت خیلی خوب میده تا اونجایی که من میدونم، و فکر کنم 40 تا کامبت میده تقریبا، و الان کشتنش هم سخت‌تره حتی برای من هم. حالا برای خیلی آسونه ولی خب کلی میگم، و وقتی که میکشیش 48 تا کامبت داد بهم، پس قطعا خیلی بهتر از اونجایی که 30 تا بهم میداد. 30 تا نبود، 30 تا بود کلا، و خب قطعا بهتره دیگه و میتونم بگیرمش. و من خودم اینجا میام جدیدن دیگه، چون که کامبت بهتری بهم میده و خیلی خوبه. جون چه کامبتی میخورم؟ الان میرم کامبت بگیرم، قلبه بگیرم، کامبت بگیرم. حالا همه اینا رو من بهتون گفتم که برسیم به بحث اصلیمون، که دیگه میدونم شاید یکم حالا خسته شده باشید و یک کوچولو شل کرده باشید، ولی به دردتون میخوره تک تک موضوع. خودم دوست داشتم که یه پارتی کلن اینجوری بذارم و یه پیشرفتی هم میکنم که فقط آموزشی نباشه، فقط این پارت. بچه ها اینجوری پارت های بعدی همون لتسپلی خودمونو حتما دوست داشتید نگاه کنید، کسایی که جدید اومدن، چون بچه‌هایی که اومدن همه مشتاق، همه در جا، لایک و میکوبن، سابسکرایب میکنن. بریم سراغ ادامه، چرت و پرت نگوییم. اون چیزای اضافه‌ای که بهتون میخوام بگم باعث میشه که شما میتونید بهتر باشید، میتونید خفن‌تر باشه و کارتون درست باشه. خلاصه یکیش ماجرای حیوونه، که همون پت حیوون خونگی یا حالا حیوون معمولی، چیزی که مال شماست که میتونید اینو بگیرید و همون رایی که بهتون گفتم، هر چیزی رفقا، وقتی که هر چیزی میخواید همش رو باید توی کالکشن پیدا کنید. بهترین ها هم تو کالکشن، حالا یک سری چیزا ممکنه که نباشن که من ندیدم تا الان، که اونا رو توی کالکشن میتونید بگیرید و بهترش کنید. برای مثال من الان میخوام یه دونه حیوان بگیرم، درسته؟ میرم توی مثلا اینجا، بعدش اسپروس رو میزنم، همینجوری رندوم میرم. قطعا یه دونه از کالکشن هاش برای من یه دونه مابو باز میکنه که من میتونم اینو بذارم برای حیوان خونگیم و ازش استفاده کنم. مثلا من اینجا رو میگردم کامل، همینجوری باید بگردید تا جایی که بهتون میگم. اینجا نوشته ولف پت، یعنی پت، خب ولف هم مشخصه چیه. این باعث میشه که شما بتونید پت ولف رو بگیرید. حالا من اینو مثال زدم، چیزای دیگه هم میتونید امتحان کنید و اینم بهترین نیست، این فقط همینجوریه برای آموزش رو دارم بهتون میگم. الان اینو شما اینجوری هم کرافتش هم بهتون میده، وقتی کلیک میکنید اینجوری میتونید بسازیدش، و الان نمیتونید عادی بسازیدش، باید حتما تا اینجا برید یا از یکی حالا بخریدش، که من همیشه خودم میگم همیشه خودتون برید که پیشرفت کنید. الان شما همینجوری ماین میکنید، مهارتتون میره بالاتر و همه چیتون بهتر میشه، و زمانی که این پتو ساختید ازش استفاده میکنید دیگه، میتونید بذاریدش اونجا. اما درباره اینکه چه پتی بهتره و چه پتی خفن‌تره، باز هم بچه ها سلیقه‌ایه. یه پتی مثلا باعث میشه ماینتون بهتر بشه، یکی باعث میشه کامبتتون بیشتر بشه، یا همون گرایند کردن که یعنی کشتن مابها، و این یکم جملات سوسماستی زیاد داره ولی چیز جالبیه. و الان من مثلا همین اسکلتون رو خودم نمیدونم به چه درد میخوره، فقط یکی از دوستام، یکی از بازدید کننده اومد بهم داد و منم گفتم مرسی و آی لوف یو داری و اینجوری اینجوری براش کردم و تموم شد و رفت. وقتی که میزنید پت منو، براتون یه بخش پت باز میشه. من الان اینو بزنم دی اسپان میشه و میره، و یه دونه پت فقط نمیتونید داشته باشید، میتونید خیلی بسیار پت داشته باشید. الان اینو وقتی که میزنید کامل اینجا میتونید پت بذارید و درست کنید، هیچ مشکل نداره اصلا از این بابت، و میتونید همینجور پت بسازید و اصلا بذارینش تو اینجا، مثلا بیانش اینجا، حالا بیانش پایین،
مثلا میگم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما سابسکرایب کنید و حتما بفرستید برای دوستاتون که یکم بچه‌ها بیشتر بدونن درباره اسکای بلاک های پیکسل و بیشتر به کارشون بیاد این ویدیو. دمتون گرم، تا پارت بعدی میبینمتون که پارت بعدی دیگه آموزش نیست و حالا لتس پلی و آموزشی قاطی توریه یکم و بیشتر جنبه فانش و آموزشی هر دو با همه. واقعا دیگه من آقا هم آموزش میدم هم فان پارت های دیگه ای که ببینید. عشق منید، تا ویدیوی بعد میبینمتون. خدا حافظ همگی. در ضمن ایونت و این داستان ها همه هست، همه توی سری اسکای بلاکمون هست، از دستش ندید. واقعا دیگه من خیلی میدونم دارم زرش میزنم، ولی واقعا زرشکه که بعد دارم زرش میزنم. آره تا ویدیوی بعد میبینمتون. امون پیکیم امون اینجا اسکای بلاک. آی پیکسله لعنتی، لایک کن دیگه. آی پیکسله بابا، اسکای بلاک کی گذاشته؟ عشق منید، مرسی که بودید. خداحافظ همگی. امون پیکیم امون اینجا اسکای بلاک. آی پیکسله.